مهمان خانه های شما هستیم با قصه و ترانه. مهمان امروزی ما قسمی که از چهره مقبولش پیداست، هنرمند بسیار خوشخوان خوشصدای نسل جوان نور حیاجان است. هنرمندی که بسیار کارهای خوب کرده، دلاولای برنامه میشنوید چی کار کردها کرده، چی وظایف را انجام میده. خب دوست عزیز، علاقمندای صدای مقبول و دلبر نوریا جان، با ما بر یک ساعت باشین. انشالله که برنامه لذت ببرین و تا پای برنامه اگر میخواستین با ما در تماس شوین، از طریق فیسبوک ما میتونین سوالاتتان را مطرح کنین، ما نوریا جان به سوالاتتان جواب میده. نوریا عزیز سلام و خوش آمدید با برنامه مهمانی ما. سلام، زنده باشین نبیلی عزیز. سلام با شما و همچنان سلام به بیننده‌ای عزیز و همچنان به تمام علاقمندان عزیزم. امیدوار هستم که در چند لحظه‌ای که با ما هستین و در یک ساعت، همانقدر که من همیشه بسیار زیاد واقعا وقتم بسیار زیاد خوش می‌گذره با نبیل عزیز، شما هم از برنامه لذت ببرید. قربان تو عزیز من. خب دوستای عزیز، صفحه فیسبوک ما باز است، برنامه را لایف از فیسبوک هم می‌بینید و شما میتونین که سوالات را که اگه خواسته باشین که با نوریا جان مطرح کنین، با از طریق فیسبوک همراه ما در شما سوالاتتان در فیسبوک بنویسین، ما به سوالاتتان جواب میگیم. نوریا جان بسیار خوش آمدی. دختر جان، کارای موسیقی تا یک قسم کم کم بخی پشت چیلا دادی. والا نبیلی عزیز، واقعا در چند مدت از دنیای موسیقی اصلا دور بودم. در کدام دنیا بودی؟ بخیر، یک دنیای دیگر. در زندگی شخصی باز از جنجالا بود که واقعا نتانستم که بسیار به همون دلیل بشه افغانهای خود بشه، علاقمنده عزیز خود واقعا کم استم، مگر باز هم کوشش میکنم که وقتی دوباره پس آمدیم آلی یک کمی بیشتر بالای موسیقی کار کنم و یک دو آهنگ در می آخری ریلیز کردیم که بسیار زیاد فیدبک خوب گرفتم و بالای یک چند آهنگ دیگه هم حالا کار میکنم. بسیار خوب. آهنگای تا همراه کی کار میکنه؟ یعنی کمپوزیت از کیز، شیر از کیز، کی ها در این قسمت موسیقی تر همکاری میکنن؟ من هر آهنگ ما با کسای مختلف بوده تا حال، همه چیز همیال خودم متوجه شدم. خب بعضیش خو آهنگ های فولکلور است که آهنگ های بازخوانی میکنی؟ بله، مثل آهنگ کمبیا که آهنگ رو بازخوانی کردم، مگر با کسای مختلف میباشه. البته آهنگ دو ویدیوی آخر ما قبلا ویدیویم با امید جان نکزاد بود، واقعا بچه بسیار زود خوب و بسیار بچه با نزاکت، کار بسیار خوب، و همچنان مسعود جان معروف که بسیار یک دایرکتر خوب است و ما بر ما واقعا بسیار زیاد نسبت به کار حتی بیشتر شخصیت یک انسان مهم است. وقتی همراهشون همکار می باشم بسیار شخصیت خوب دیگه. امی دو ویدیو همراه اونا و موسیقیش با زرنگار بود و امام علی. زرنگار کی است؟ زرنگار یک خب موسیقی کمپانی که موسیقی خو ما افتم خیلی افتنامه زرنگار ترکو ما گیرن. آن مریم جان محبوبم، البته کم فوز میتن. خوب شوخ کردم. امام علی اونا خواهی امام علی جان برات موفقیت میخواییم، نامتان مقبول و کارتان زرنگار. به به به، من دیگه کار کرده. اونا البته امام علی خودشان یک هنرمند بسیار موفق است، بسیار میخوانه صدایشان دوست دارم. بله، نام خدای قد افغانستان و هنرمندای موفق و اق استعدادای خوب سر بلند کردن که آدم هرچی که تعریف از این نسل کنه انوزم کم است. ما برای کسایی که در افغانستان هنرمند شدن برای اینا را قدر میکنم. در شرایط جنگ سر بالا کردن، در شرایط جنگ تولد شدن، در شرایط جنگ بزرگ شدن و بالاخره زندگی را با مو جنگ و با مو انتحار و انفجار تحمل کردن. بله، البته ببخشید من یک چیز را میخوایم ادار شم که متاسفانه در ما چون کسی را که شعر آهنگ دلدار ساخته بود یعقوبی عزیز، اونا را به وقت نگرفتم. نام و کل چیزش درست از طریق امام جان علی به تماس شده بودم و پس آن در وقت گرفتم، به خاطر میخوایم یک تشکری خاص بکنم از اونا.
و بله گپ شما واقعا درست است. ما از این که میگیم ما قدر مثلا نمیفهم و ما مشکلات است در این ممالک با چه قسم مشکلات عجیب و غریب دست پنجه نرم میکنیم وقت در دنیای موسیقی میباشه، اونا بیشتر باید به اونا کردت بدیم، کسایی که در اینقدر جنگ و یعنی حالت افغانستان عزیز در بدترین شرایط اونا کار میکنن، در بدترین شرایط همیشه قابل قدر هستن. خب میایم سر امروز برنامه دست جمعی نیست، تناد نور هیجان است. یا یگان قدردانی و تشکری است دوستای عزیز، کار نگوین که برنامه در مجموع در بر چند نفر است. خب نوره جانی عزیز، میخواستم از سوال کنم که پیشتر گفتی که جار و جنجال ها در زندگی شخصی، چی گفتی که سر جار و جنجال های زندگی بریم یک سر بزنیم یا بگذاریم ازش؟ خب نی خوب است خیره که تاگ اندازه این معلومات بتون خیره. ازدواج کردی؟ ازدواج کردی؟ شروع برنامه قسم ازدواج که تا آخرش هیچی سوال های ازدواج کردی؟ ازدواج کرده بودم البته. ناموفق بود؟ بله البته. خب ثمره ازدواج ما چهار طفل است که به نظر ما دوستای عزیز شما فکر کنید خود از این چند سال است که چهار اولاد داره ماشاءالله. بله اتفاقا خود یک جای بزرگ شده. خوب است خوب است. چند ساله بری کارسی کردی؟ نه دیگه غیر مستقیم باز دوستایت چی میکنن؟ جمع منفی میکنن و باز آستاسته با مو باز سنه هستی من کدام چیز دیگه خواسته نسلی تم که بسی ول از امی 28 و 27 در خود دیگه بالا باشی. بله اندی خوب از 18 بالا هستم خلاصه. خیلی شکر خیم سنه ای مستی. بله خوب ما شوخی میکنم مزارت میتم میخوایم کنر من دا برنامهشون فن باشه نیه زنده باشه نیه میفهم با مراحت هستم کاملا. بله البته من هم میخواستم همین چیزا را اکثر از ما پرسیده شد. بله ما تقریبا بسیار دیر خب 3 یا 4 سال قبل ما پس جدا شدیم. البته ما طلاق خدا گرفتم و ایره بسیار زد به دلیل ای که بسیار واضح میگم طبعا به هیچ هنرمند به هیچ کس مخصوصا در کلچر ما هیچ وقت یک چیز تاپیکی بسیار ساده نیست که بسیار واضح بگویم. اگر نمیخوایم که کسایی که از دل خود هر قسم یکان گپا را متاسفانه میکشن و هر کس چیزای بسیار نامناسب میگن امیره با می خاطر خواستم بسیار واضح بگویم. دیگه ما خب یک چیز بود چندین سال مثلا یک جای بودیم چهار طفل دارم امورای زنا خوش هستم دیگه و بعد از اون وقت شده شدیم. خب همونطور که در دین مقدس اسلام نکاح رواست، طلاق هم قبول شده است. بله تو کدام چیز بله. و ما نمیتونیم که زندگی را با تمام مشکلات وقتی که با یک چیز ساخته نمیتونی بسیار شرافتمندانه میتونی که از او بگذری. و به خاطر از این که آدم چرا خدا ناجور کنه، بگذاره هر کس رای خدا پیدا کنه. بله واقعا اما البته بعضی کسا بسیار زیاد هر کی بدل خود یک دلیل علایدی را برای نوشت و نمیفهم چه قسم خود درباره ماشاءالله چقدر جالب گپ است دوست عزیز. خود صاحب خبر نداره وقت زندگیش در پیجا تقسیم میشه که چرا جدا شده. بله هر کس مثلا یک دلیل علایده گفت مگر دلیل اصلیش همی بود که البته یکی از برادر اونا بسیار امتو دایرکتلی زیاد یعنی مداخله داشت. ما نمیخوایم که مثلا در این پوزیشن که هستم و یک چهار نفر علاقمند و بیننده دارم ما می پوزیشن سو استفاده کنم و بگویم مثلا اون آدم بسیار بد بود یا خدا نخواسته مثلا نمیفهم درگی بود یا بد اخلاق بود چیزی. جدایی گپ شلایده است مگر یک آدم جرامت نمیتونه مگر ای که اونا تمام فامیلشون طبعا بسیار انسان خوب بودن مگر به همی نظر هر دوی ما رسیدیم. البته بعضی کسا میگن که مثلا نورهای را اونا مجبور ساخت که طلاق بده یا طلاق خدا بگیره نیفام یا اونا یا ما اونا را مجبور ساختیم. هیچ کس را مجبور نساخت. البته هر دوی ما وقتی دیدیم که جنجال بسیار زیاد میشه شرافتمندانه میگه سنگ را که آدم سرش نمیرسه ما چش در جایش میمونه واقعا دیگه به می نتیجه ما رسیدیم که باید جدا شیم و خوش باشن هر جایی هستن و فامیلشان ما قلبا احترام دارم و خودشان خوش باشن برای فامیل خودم برای خانم خود نیفهم
من رایت بالا خود خوش استم. اگر یک پیشنهاد ازدواج برات بیای چطور میپذیری؟ والا با از فیزی که سالها شد خواستگاری بیا خانده میرم لکن آها اگر میخوایی نوریا را به خواستگاری بیا پیش استادیوی افغان تایم برای معلومات بیا پیش نبی لجب میتونم شوخه کردم خب امی حالا ندارم تصمیم نداری والا نه نه تو بعد از اینکه از شوهرت جدا شدی کس دیگه را تانستی پیدا کنی که در زندگیت برات یک رفیق خوب بر خودت یک همسفر خوب به خودت و پدر خوب به اولادت باشه یا تا بال نیافتی هم تکر خب چی هک سوال بکشم برنامه دارید نیشو خیلی کردم خب بسیار کسا البته بسیار انسانای خوب آدم طبعا وقتی که مثل یک دختر خانه تگ اندازیر میشه پس که هر قسم کسی دلچسبی نشان میتونه ما برای خودم طبعا بسیار کسای پیدا میشه که حتی با مشکل با موسیقی هنر موسیقی ما هم پرابلم نداره و با از فیزیکم بسیار یک قسم زشت کویستم بسیار واضح میگم یک چیز با همی خودم کدام پرابلم ندارم اگر ما دیسی تفلایم بسیار زیاد یک انسان بسیار زیرزیری بسیار زیاد بسیار زیاد یعنی بر من نسبت به هر چیز یعنی موسیقی کلانترین عشق و علاقه مزید زندگی مگر طبعا اطفال ما بالاتر از وست یعنی بخاطر اطفال تازه رستی که تاز موسیقی که عشق و علاقه تست از یام بگذری بله. و مادر خوب به اولادت باشی بله دوست عزیز قبل از اینکه به صحبت های نوریا جان بریم باید برتان بگویم که واقعا نوریا یک مادر بسیار با احساس، یک مادر بسیار مهربان و یک رفیق خوب به اولادای خود است و در محیط اجتماعی خودم دختر بسیار با اخلاق، با تربیت، شیرین گفتار میگه شیرین گفتار داری، مثل کوک رفتار داری اونا بود یا نوریا جان است و ما راستی واقعا کسی که در تورنتو سیم خوشحال استیم که همچو شادختی را امرای خود داریم یک هنرمند موفقه نسل جوانه دوسته عزیز ما که سوالات دارن میخواین سوال کنن سوالای خود روان کده میرن خب دوستا تشکر اگر ازت خب یکی از دوستا سوال کردن نوریا جان از نروژ گفته ولکم میگیم تا دوباره به کانادا تو کجا بودی؟ در کانادا بوده؟ نه خیلی نه واقعا ما از کانادا یک چند وقت دمی آخر در کانادا بودم واقعا مگر اول باید سلام خدمت شما تقدیم کنم باسم و بله ما از کانادا یک چند وقت دور بودم اول خود در افغانستان عزیز بودم برای یک چند وقت در یک سالون پروموت میکردم و بعدا در کشورهای اروپایی از جای دیگه به سفر بودم خب بر سفر بودی یا کم آهنگ و اطراد داشتی سب؟ نه خیر نه آنقدر بالای موسیقی در امو بریک آنقدر کار نکردم مگر به حساب دوباره پس در دنیا موسیقی افتک آمادم نوریا بک تو موسیقی ویلکم خب نوریا جان اگر برای تو یک نفر بگوی که یک دو آواز خواند آواز باید تو یک جای آواز بخونی مثلا آریانا سعید مثلا فرزانه ناز مثلا غزال عنایت کت کدام از یا میخوای بلا تمام شون هنرمند های بسیار خوب هستن به نظر ما خب به نظر ما جای افتخار می باشه بر ما با هر کدام اونا که بخوانم مگر مخصوصا با آریانا جان سعید فرزانه جان ناز خو در پیج ما میش با تماس هستیم بسیار دخترک نازنین است اونا و آریانا جان سعید هم به نظر ما اوکیستی بله I would love to نه که اوکیستم صرف I would love to اوکی چرا غزال عنایت در اینجا مندور؟ والا علاقه من در صدایش هستی که بشنهی؟ اگر در موترت خواندن بانی فرزن بشنهی غزال سادات غزال عنایت و لطیفه کدام از اینا را باید تو بشنوی؟ غزال عنایت؟ لطیفه جانم بسیار شیرین است. نه خیر. نه
خیره متاسفانه. غزل سادات گفتین؟ آه غزل سادات بسیار یک هنرمندی است که واقعا من شخصیت زیاد دوست دارم. بسیار گوشه‌گیر است، کار خود مصروف است. کار و لطیفه جان عزیز خود دوست داشتنی از همه ما دوستش داریم. به نظر من غزل جان سادات. غزل سادات هم میشنی؟ و از غزل جان عنایت چی بگویم؟ خب صدای اونا یک قسم صدای من زیادتر صدای غور کم غور خوش دارم برای خودم به اندازه مثلا آریانا سعید یا آریانا یک برجستگی خاص داره صدایش. اونو صدای پر دوست دارم، زیاد صدای باریک که بلند. خب یعنی غزال صدای باریک و بلند داره. غزل عنایت. بله من ایفم غزل ای غزل عنایت تورنتو کتموت غزل جان عنایت در دبی که از غزل جان سادات. بله غزل جان سادات. خب بسیار خب در پخت و پز در چی لایق هستی؟ والا در کل چیز اوکی هستم. یک چیز بسیار ما رو به چی دعوت میکنی؟ اگر ما خانیت بیاییم یک برنامه داریم برای میمان تو که بیاییم آشپزی رو ببینیم. هزار دفعه آشپزی تو که مهمانم شوی چی میکنی بر ما؟ هرچی که شما بیشتر داشته باشین بله. در پای نقاشک تایر کده میتونی؟ یا تیار میخری؟ نه فکر میکنم تیار میخرم. نه دیگه موره نمیخوریم موره نمیخوریم مزیگ در دکانا تیار هست. ما دست پخت نوره یا جاره میخوریم. چی رو خودت خوش داری؟ کمیش پخته کنی بر اولادای والا ما در خانه زیاد فکر میکنم کوفته و برنج چیزا بچین یک بیننده خود روی خط داریم. بیننده عزیز ببخشید قد شد تا بیننده روی خط بگیریم قد شد. چی زیاد خوش دارید به اولادایت بخته کنی؟ در خانه گفتم امی برنج و چی میگنش بگفتیم امید بال کفته آنها دوست دارن دیگه کفته چلاو سبزی چلاو. خودم زیاد غذای افغانی رو دوست دارم دیگه مگر متاسفانه اکثرا اطفالی که در این ممالک کلان میشه بیشتر در طفولیت غذای امی نمیخوام چیزای کانادایی و پینات بتر و نمیخوام میگی و چیزای میباشه اولادای عادت داری به اونا؟ خوردهش بله کلانش دیگه یک کم کلان میشن باز دیگه خودشون پیدا میکنن افغانی درست میشن. خوبش خوش داری اولادای تو سیل کانادایی باشن یا افغانی باشن؟ بر ما جانم انسان های خوب باشن بسیار زیاد مهم است. بالاتر از هر چی شخصیت خوب اگر ما بتانم یک انسان های خوب در جامعه تقدیم کنم طبعا در این ممالک زیاد مثلا ما از اونا توقعی رو ندارم که بسیار زیاد یعنی بسیار روان فارسی صحبت بتانه. کاش که بتانن کاش که ما بتانم که چطور زبان مادری رو یاد دارن؟ یاد دارن بله مگر تا یک اندازه رو نمیتونه که آدم بسیار چی میگنه؟ نوره جان چی خوب میشه روی یک اعلان بریم یک اعلان تجارتی بازم باز با نوره جانی عزیز خود بازم دوباره میمان منازل شما عزیزان می باشیم تا که اعلان ما آماده شود. نوریا جان میگیم که علاقمند صدای کدام هنرمند هستی؟ که به شوق همو خودت خواسته باشی که نمی هنرمند است ما هم یک روز باید تینما تو یک نوریا شو. ولی بسیار کسای را سابقه دارا را من میگم سابقه دارا را ما استاد معواش زیاد دوست دارم. به به استاد ما سنگینی در پالی هنر موسیقی صرف هنر موسیقی نه بلکه همون شخصیت هنری که آدم میگن اونا شخصیت بسیار یعنی یک شخصیت عالی دارن و اونا رو زیاد استاد بسیار مهربان است و هنرمند است که پر افتخار است و یک سمبول محبت و عشق است در موسیقی افغانستان و آدم به خودش به عزتش به نام نیکی که در موسیقی بر خود نگه امتو افز کردن برشان همه ما افتخار میکنیم. خب ببینیم که اعلان تجارتی ما آماده است. بینده عزیز روی یک اعلان میریم بعدش. خب دوسته عزیز خدا بازم عرض سلام ادب تقدیم میکنیم. آرزومند استم که تا ایدم داشته برنامه مطابق ذوق و سلیقه‌تان قرار گرفته باشه. نوریا جان وقتی که خواندن اگه میخوایی مرا به خواستگاری بیا این خواندن چطور در فکرت گشت که باید تو بخوانی؟
برای ای خوشت آمد از یوتیوب شنیدی؟ بله آهنگ ما اصلا آهنگ اول فکر می کنم توسط استاد دلاغ سرود که امیال فکر نام دلاغ سرود؟ نه استاد اونا فکر می کنم که اول توسط اونا خوانده شده بود بس بعد توسط آغاسی بس بعد ملکن از زبان دلاغ سرود شنیدم و ایره که شنیدم گفتم نه خواندن بسیار کن است یا خواندن هراتی است که یکی از هنرمندای هرات ما با بسیار زیبایی شیر خوانده بود و واقعا ایره برد بگیم که شاغاسی هنرمند بسیار محبوب ایران است اما اشتباه نیره خوانده وردی که تو وقت پشت بچه خواستگار نمیره خواندن تو بسیار مقبول ساختی و مضمونش واضح ساختی که خواستگاری با کی باید بیایادم و بسیار مقبول هم خواندی یک مقبول خواندی که هیچ اندازه نداره برای ما هم وقت ما هم یه هم نشونیدم خو طبعا امی ککتکای تو امی نازکای تو بله میره ما که شنیدم واقعا ما خب با پای هنرمندا رسیدگی نمیتونم واقعا اونا بسیار خوب اجرا کرده بودن بسیار خوب خوانده بودن مگر وقت ما یه ما ایره برات منایس یک شنونده بیننده میگم که مقبول خواندی زنده باشی تشکر فکر میکنم امی که شکسته نفسی میکنی موفقیت تنشان میده اگر بر امیش در هنرمند اگر میخوای هنرمند موفق باشی اگر همیش همه تو هر جای موسیقی که در بلندی هم رسیدی اگر همین نورایی های امروز باشی تو بسیار موفق میباشی اگر ذره غرور در غرور کاذب خدا نکنه در شخصیتت پیدا شوه این قبول کن که مردم خسته میشن یک دو آهنگ چندن میگه اخلاق زیاد تر از مردم ای تو میکنه و تو میکنه با نظر من امی نورایی را نگاه کن بسیار پیشرفت میکنی زنده باشم قربانتون خب من این نورایی یک نورایی پر از لطف و محبت نورایی بسیار مهربان سویت قربانتان خیلی از خود شما است نبیلی عزیز بر من جای افتخار است که ما از یعنی شما قدر لطف مهربانی میکنین و همچنان بیننده عزیز فنای عزیزم بسیار زیاد افغان هم بسیار زیاد واقعا لطف میکنن اگر چی بعضی ها واقعا کسی که مرا ندیده باشه بعضی اوقات نمیفهم در عکس ها چیز مرا زیاد مغرور فکر میکنن باز وقتی که خودم از نزدیک میبینن باز میبینن که فرق میکنن ما باش قصه کنم برات ما دوست عزیز وقتی که آهنگ اگر میخوایی مرا به خواستگاری بیا این یک خان بسیار دختر بدل مشیشت میخواستم اینه پیدا کنم که در کدام مملکت زندگی میکنه خواستگاری میامده آه خواستگاری خود چطور نی؟ ایخ خواستگاری ها خواستگاری ها می آمدیم اما چطور کنم که تیم همکارای افغان تایم کلش متعیل است دوست عزیز ما گفتن که بپل یک نفر گفت نورایا جان شاگرد قیس جان الفت است برو قیس الفت پیدا کن خودت شاگرد قیس جان هستی؟ نه خیر نه کاش که البته کاش که چانس شاگردی اونا بر ما برابر میشد اونان من بسیار از دست لف یا قیس جان دوست داریم همه ما واقعا پدر بزرگوارشان خود قیس جان اونا فامیل تمامشان واقعا جان ویس جان ویس پنج تلایی یادت نره نه ویس جان سمیر جان احمد اینا یک باغستان موسیقی استن واقعا افتخار افغانستان از برمان نه مگر کاش که البته در آینده هم ما در هر مقام موسیقی و هنر موسیقی رسیده باشم بر ما جای افتخار می باشه که اگر چانسش بر ما میسر شد مگر نخیر متاسفانه البته تشویق میکنن بسیار زیاد تا جایی کدام وقت اگر با تماس شایم یا مگر نه ما خب موسیقی رو شوقی یاد گرفتی یا پیش کسی زانو زدی؟ نه ما یک هنر موسیقی را در آغاز به یک دو سال فکر میکنم نزد استاد موسیقی کلاسیکال سینگر بود استاد هندوستانی است یک زن هندوستانی است نها هیران که سلام احترام برش تقدیم میکنم در اینجا است تورنتو؟ یک کمی دورتر از تورنتو است او وقت ما در دیگر جای زندگی میکردم دیگه اونا بر من نزدیکتر هم بود و زن بود که خودش بسیار امی یکی خو هنر موسیقی و یکی هم امی اخلاق هنری را برای آدم واقعا اونا میاموزن دیگه بسیار زیاد در اینجا خوش داری که زیر نظر کدام استادی افغانی شاگرد باشی یا میخوای خودت خودت برسانی؟ خب اگر
چون ما بسیار یعنی بر ما بسیار مشکل است که من یک استاد نام بگیرم از افغانای عزیز ما، چون تمام استادای موسیقی ما بسیار واقعا مثلا یک سلام تقدیم میکنیم استاد شادکامی عزیز هستند که واقعا برای نسل جوان استاد شادکام یک خدمت بسیار بزرگی را کردن و با هر کمپوز استاد شادکام هنرمندا واقعا جای خود پیدا کرد. مثلا کلانترین مثال رامین جان شریف و مرجان شریف با کمپوزای استاد شادکام با وجودی که موفق بودن، از رامین جان شان که از آغاز شروع کردن اردو برادر با موفقیت، اما کمپوزای استاد شادکام دیگه واقعا قند و نبات بر از این بر هنرمندا تمام میشه. مرزو میکنم که با استاد بزرگوار که در شهر خود ماست، خوشبختی در شهر ماست، کاش که جانس شاگردی امرشن در تماس باشین، امرشن در تماس باشین، چرا که بخوانین، خوب بخوانین، سوریله بخوانین، قسم بخوانین که به دلها همیشه ماندگار بانه. یک تعداد میاین دو روز میخوانن، باز امی حبابی که صبح در سر آب میشینه باز یک چند دقیقه بعد گم میشه، یک تعداد اوت میاین مثل حباب سر آب گم میشن، اما صدای خوب داری، تالنت خوب داری، اخلاق هنری خوب داری، کوشش کو که رایت مسلکی تر بسازی دیگه. ما بله بر من وقت امیالی هم نام خدا بسیار دلنشین میخوانی، از سوز دل میخوانی. ما در سابق یک هنرمند داشتیم، رشیده جان جاله بود، اما تو مقبول میخوان که تو به یک خواندن است که اگر خدا کنم خواندن شد تو دوباره بازخوانی کنی نازی نای نای الان نای نای چی میپرسی، اما تو یک خواندن بود بسیار مقبول. وقتا ما در مکتب بودیم، ما در مکتب بودیم که رشیده جان جاله میخوان و بار میکنه این خانمای کلان که مادرای ما بودن میشتن میفهمی رشیده جاله بان که بخونه. ما اونم دوره را البات می کنم تو یک سویت تایم تو بخود گرفتی، اونم تو با مو شیرینی تو هم آمدی. ما آرزو می کنم زیادتر در قلب ها جا بگید. دوست عزیز از این بابت نور حیا جان زیادتر می بینین، در افغان تایم زیادتر می بینین، ما امرایش کارهای بسیار خوبی با ما آغاز می کنه. انشالله که یک کار فوق‌العاده‌ش از رویان پروتکشن شاید شما بخیر ببینین و یک برنامه بسیار جالب بره، شاید هم قریب سپرایز است برتان اعلان میکنیم. باز نوریا جانی عزیز، از نسل خودت هنرمندا قد علم کردن، بانوانه میگم بخصوص، هر روز یک ویدیو یکی بر دیگه خود میکشن، هر روز یکی بالای دیگه خود، ای قار ای ناز است که یکی سر دیگه خود میکنن، محبت است یا ای که جنگکا و داواگکا است، نظری تو را میخواییم در این قسمت که تو چی میخوایی؟ هنر موسیقی اگر در هنر رقابت به جنگ باشه خوب است یا رقابت تو شکل مثل که سابق هنرمندا بود، انگامه جان بود، خانم پرستو جان بود، سیما جان ترانه بود، سلما جان بود، اینا ای تو یکی دیگه خدا دوا نداشتن، فرند بودن، خودت چطور میخوای؟ این رابطه که هر روز یک ویدیو نو میبرایه، هر روز آدم بخیم یکان دفعه آدم کم میایی بسیار که چرا این نسل ما باید کار کنه. خب ما خودم مثلا در این چیزای قدر تازه در هنر موسیقی پا گذاشتیم، در چیزای ما قدر به اون سوی نرسیدیم که ما در این چیزا نظر بسیم. چرا؟ نظر بتی؟ بازم نظر نسل تست، دوری تست، هم دورای تست هست، هیچ کس یکی دیگه بالا پایی نیست، این نسل امگی تو کلگی تان قد علمه هر کد برابر به استعداد خود، حتی امو لطیفه جان بیچاری را که در ستاری افغان هیچ نمی ماندن که پیشرفت کنه، حتی امو هم خود تا قسمت بیچاره رسان نسبت آفرین. تمام ما اونا زیادتر دختر شجاع است، او قدر که اونا سرزنش شدن واقعا ما امرایشون اونا تو شخصا کدام چیزی ندارم که ما با امرایشون کدام دوستی شخصی داشته بود چیزی، مگر واقعا I really gave her credit بر چیزی که واقعا برشون و چیزی که پرسیدن. طبعا رقابت می باشه، رقابت سالم بسیار خوب است باشه، اما از که آدم همیشه یعنی به پیش می بره که باید من بهتر بخوانم بهتر، مگر این ویدیوهایی که خب بعضی اوقات به نظر من خب او وقتا تا یک اندازه را طبعا بود امی چیزا، مگر بازم چون اینستاگرام و فیسبوک چیزا نبود اوقدر چانسش هم نبود که یک قسم چیزا برای و در پولیش تمام بسیار طبعا یک احترام خاص بود در بین و همه چیز و آلی هم به نظر من ای که ویدیو ساخته میشه چیز را بسیار واضح میسازن،
به نظر من گپ زدن بسیار واضح یک چیز کار بد نیست، مگر اینکه چقدر مقبول میشه. مثلا من مثلا که خودت یک مشکل دارم، چیزی باز که اول مشکل خودت تلفنی امرایت مطرح کنم. طبعا او اول چیز را که هیچ باز اتو کس دیگه نمی باشه که طرفداری کنن و این طرفداری کنن، ناقی ناقی از امی یک مسئله بسیار با آسانی حل میشه دست در پشت پرده. و اگر بازم گفتم کدام چیزی که غلط فهمی که می باشه که می خواهنم که اگر از طریق میدیا تا حل کنه یا هر دلیلی که می باشه، درست است که آدم گپ دل خدا واضح بگه اتس اوکی، لیکن اینکه بعضی اوقات که دعو زده و توهین کردن و بسیار زیاد میشه واقعا آدم خجالت. به نظر من رقابت ها کلتان و جوانه عزیز کلتان موفق هستین کلتان. خب یک تعداد شکر دمی دوره شما کتن ماشاءالله کلانتر هستن از شما کده، سنایشان هم بزرگتر هستن، یک تعداد تان سنای خرد دارین، یک تعداد سنا شکر کلان است، اونای کلان است از شما کده، اونا باید شماها را در نوازش بگیره، شما باید کس دیگه که نامی او را در نوازش بگیرین. هنر موسیقی را آدم باید از سرزمین هندوستان یاد بگیره. اما تو که موسیقی در او مملکت ترقی کرده به خاطر که یکی بدگی خود نسل در نسل به یکی دیگه خود احترام قائل هستند. نسل در نسل بسیار زیاد خدر. مثلا من وقت نزد استاد موسیقی هندی میرفتم، کلاسیکال سنگر هستن اونا، بسیار قدر سنگینی و قدر همی یک چیزی دیگه بود در پیش از اونا، یعنی در طریقه به اون طریقه آدم میاموزه که اونا بسیار یک احترام خاص به موسیقی داشتن. به نظر ما خوب، به نظر ما نیلی که عموما مردم افغان متاسفانه یک چیز دیگه موسیقی رو میبینن که کسی را ببینن که هنرمند است اوتوماتیکلی یک قسم به یک نظر دیگه میبینن، او هنرمند است یا او مثلا نوازنده است. نی اونا یک بسیار احترام خاص دارن، اونا موسیقی را یک جز عبادت میدانن. بله موسیقی را جز عبادت خود میدانن و از امو خاطر است با موسیقی خیانت نمی کنن. وقتی که در استیج بالا میشن خاک استیج میگیرن ماچ میکنن با در استیج قدم میمونن. من وقتی که نزد استاد میرفتم همیشه یک چیز تو جای جداگانه بود که برای موسیقی باید امو جمع میشیشتیم، بسیار پاک بود و امو نمیفهم یکان چیزایی که وسایلی که میبود او جمعی بود تو استیج میشد بسیار پاک میشد. بسیار یک ماحول بسیار و قدر آرامش داره واقعا. این جنگ و چیزایی را که از موسیقی که متاسفانه کال زیاد شده که این چیزا را دم میکشه، این قدر آرامشی که در موسیقی است، در دنیای موسیقی است، در هیچ چیز دیگه نیست. یکی از دوستا بر ما در فیسبوک من مسیج کرده که شما نسل جوان میگین در سابق هم داباها وجود داشت، مثلا خانم نایی در چیز دادن خوراندن که خانم نایی باید یه دیگه نرایی حال کرده نمیتونه. خب میگن در سابق هم یکی دوستا مسیج کرده که در سابق هم بین هنرمندان رقابت های یک تعدادش ناسالم وجود داشت که خانم نایی در میگن بسیار مقبول میخوان مثل لتا منگیشگر. دوست عزیزی از من نیست که دوستا مسیج کرده، من هیچ معلومات در مورد موسیقی گذشتی افغانستان ندارم. میگن خانم نایید بسیار زیبا میخوان با زیر کدام دوای خوراندن که به صدای زیب بشینه که دیگه بیت نخونه. و همچنان در قسمت ساربان میگه این کار در قسمت ساربان انجام دادن، ساربانی که دیگه نتولد میشه، ساربانی که هر آهنگ ساربان امروز هر هنرمند میخواد یک آهنگ ساربان بخونه. اما تو که احمد زایر یک معجزه وری آمد و پس رفت، ساربان هم دیگه پیدا نمیشه، تکرار شدنی نیست. من بسیار زیاد آهنگایشون رو دوست دارم و این عیف بود که دیگه ساربان ما یک روز باید پیدا کنم. بیننده عزیز، این بیننده ما را بسیار به تشویش انداخت. ما باید بیوگرافی نایی جانم پیدا کنم از استاد ساربانی زنده یاد که خودم عاشق صدایش هستم. هر آهنگ استاد ساربان ما از ده ها بار میشنوم و از خواندنش لذت میبرم. مثلا یک خواندنش هست میگه شب تا سحر در بین جنگل از عشق بودیم سرشار. هر آهنگ از یک دنیای دیگه داره، هر آهنگش و صدای ساربان دیگه هیچ تولد نشد. خب دوست عزیز، خوب شد که نوریا جان آمد که همین بیننده ما خوب دلکش درد داشت که تا بیرون در میدان اندام. و نای جان یک هنرمند است که در هر زمان و هر لحظه که او بگوین او امو با مو صدای دلبرش
در دلهای ما جایش است و احترام هنریش، احترام از اینکه یک هنرمند موفق و توانا بود و همیشه با ما است و با ما خود بود. دیگه تشکر میکنم از شما دوستای بسیار عزیز و مهربانی که مسیج روان میکنین. این ما مسیج هایتان خوانده میرم. امیدوارستم که از صحبت های نورایا جان خوشتون میشه. تا بل کدوم کنسرت دادی؟ نه خیر نه. تقاضا شده ازت کنسرت بتی؟ تقاضا بسیار زیاد شده و خوب چیز را سوال کردین، تشکر. چرا کنسرت نمیتی؟ بله بسیار زیادی سوال پرسیده میشه. اول خواهی که ما به خاطر اطفالم راستی واقعا بسیار زیاد مصروف بودم، زیادتر و حالا مصروف هستم و دیگه ای که خب خدا کنه که هیچ کس چیزا را بسیار تو پرسنلی نگیره، مگر دیسی زندگی خودم یا هنر موسیقی بر خودم، ما به این نظر هستم که باید یک چند آهنگ درست از خود داشته باشم. زنده باد، ما امیره میخواستم که تو یاد کنی. یک چند آهنگ درست از خود داشته باشم بسیار زیبا، بسیار میرم تو زیاد آهنگای بسیار زیاد تکراری نباشه که کلاگی بخوانم من بخوانم، یعنی هم کسایی را که پیسه برای تکت میدن و میخرن و هم یک گنجشکک در کل کنسرت ها خونده شو، هم یک جام نارنجی در کل کنسرت ها. وقتی که ببینین در هندوستان یا در کشورهای دیگه که یک هنرمند که میخواین کنسرت چه بگیرن، این خوش ندارن خواندن های تکراری دیگر ها را بخوانند، میخواین خود هنر خود از این را ببینن. بله طبعا علاقمند خودش ما میباشه و اما متاسفانه بعد کنسرت ها لیت لذت نیم برام. کنسرت که میگن کنسرت است، ما خدا پت میکنم بعد از اینکه ما همو خواندن ها را دان کلگی میشنام، اونم چند دانه خواندن است. قدر سال ها از ما خود باز بسیار دیر دور هم بودم از موسیقی، به مو دلیل ما دوستا فکر کردن که یعنی چطو یکی فکر میکنه که البت نمیفهم از البت کدام توقع نمیشه و یکی، مگر واقعا زیاد توقع کنسرت زیاد شده. نام خدا اکثریت کنسرت ارنجرا اونا و دوستایم هستن لطف میکنن، باید یک سلام خاص و احترام خاص برشون تقدیم کنم و تشکری کنم. ما بسیار زیاد واقعا بار بار و به اونا گفتیم که من نمیخوایم که مقصد یک کنسرت به نام کنسرت برم. بسیار نظر خوب. مثلا همینجا خانم دخترای جوان اسپانسر میکنن با بسیار پولای یا خوب یا خراب، در تورنتو میخوای ایشان یک تعدادش خواندن خود که خان خوب نخوان بسیار بلای میمانه در میدان خدا ایران میمانه کلمه چی را بخوانم. کوشش کنین جوانای عزیز اول یک از خود یک کارکرد خوبی داشته باشین، بعد از او با سرستیج حاضر شین و دیگه لایف بخونین. اگر لایف خوانده نمیتونین دیگه پلی بک ایلا بتین، بگذارین مردم پلی بک که بشنوا، ویدیو خدا روشن میکنه، تلویزیون خدا میمونه، یوتیوب میمونه، قرار پلی بک بشنوا. با خدا با مردم توقع داره از یک هنرمند. اما تو که میگن هنرمندای کشورهای دیگه چرا تشویق میشه؟ میفهمین اینا دمی هفته نوشافرین کنسرت داره در شیراز است، در کجاست نیفام و کلمه اور تبلیغ شد ما چی کنم؟ شما برین اگر نوشافرین یک آهنگ خدا پلی بک خون ما جریمه میتمتان، اگر ده آهنگ بخونه ده آهنگ لایف میخونه، اگر دو آهنگ بخونه دو آهنگ لایف از خدا میخونه. تا که مردم حتی بر ایرانی ها که توقع کنی که آهنگ کس دیگر بخوان سرشان بد میخوره، چرا آهنگای خود ما سرت بد میخوره که ما از فرزانت نورایا جان بخوانم؟ اما ما بخی یک قسم موسیقی افغانستان یک قسم انجر بنجر شده، اونمو سری استیج بالا شدن است، اونمو گنجش کرد است، اونمو جام نارنجی است، اونمو خواندن است که از این دان به او دان، از این سینه به او سینه، از او استیج به او استیج لوت خورده میره. کمی تلاش کنن. میخواین هنرمند با کنسرت بتن، میخواین پول بگیرن، چرا مردم از سرگردان میسازین بر خواندن های تکراری؟ مردم خسته شده. اما تو آفرین با ایدیای تو یک روز بسیار هنرمند، بسیار هنرمند. ایره برد بگویم که اولین مصاحبه آریانا جان سعید ما داشتم، اولین کنسرت آریانا سعید سر استیج من اتاقش بودم، اوپنینگ جاوید جان شریف میکرد در تورنتو، دختره که عاجز بود. جاوی جان گفت نبیله جان انانس آریانا رو بتین، آریانا جان یک ذره هم تو خوب یک انانس دلبر بتین برش. ما انانس دادم، شروان صاحب شیشته بود در قطار اول، من روسی صدای آریانا در گوشم بسیار مزه داد، اقش هم تو خوشم آمد، دو آهنگ اندی خان. ما استاد شروان خواستم تو شما منعیس یک بزرگوار موسیقی که عمرتان در رادیو تلویزیون افغانستان
گذاشتون نیم سر سفید کردین. نظرتون درباره نمی آریان و سعید میخوایم که چی است؟ گفتم مگر پیش از یک شهروان سه بگه با وجودی که نه در موسیقی میفهمم، نه دستور میفهمم، نه در لای میفهمم، نه هنرمند هستم، کارم هم هنر و هنرمندی نیست، اما گفتم که آریان و سعید یک روز تو ایت هنرمندی میشی که استیجای ما را از هنرمندای خارجی خلاص میکنی. ما در سر استیج اولین برنامه که اوپنینگ جاوید شریف هم میکرد آریانا جان سعید، ما گفتم تو ایت هنرمندی میشی که استیجای ما را از هنرمندای خارجی خلاص میکنی. اما ترام کت آریانا، آریانا بسیار ابتکارات در وقت و زمان کم انجام داد، ما برش تبریک می. شهروان صاحب استاد شد که فقط رای تا سعید فالو کنی، تعقیب کنی، ما برات دعا میتم که تو بسیار جای بلند میگیری و ما اونمو دواره به تو ما آرزو میکنم و جای خوب میگیری، به شرطی که امین نوریا را نگاه کنی. امین نوریا، نوریا برای تلاش کنه، نوریا برای آهنگای نو بگیره، کمپوزای نو بگیره، از خود خود بساز، از خودت خودت بساز. ما یکم دوستان میگن واقعا ما یکم سلو هستم در آهنگ. سلو نباشه دیگه، از این بود سلو افغان تایم نمیمونید. چی هست که زنده باشین؟ یکی هست که ما تو نمیخوایم که هر قسم آهنگ مقصد بسازم. بعضی ها میگن که او مثلا زیاد آهنگ ساختن و کار ساده نیست. کار ساده نیست بدون شک. ما در پولیش یک بار آدم یک آهنگ میسازه همیشه میمانه. دیگه نمیخوایم که به حساب و اگه کپی هم بخونه مقبول بخونه، مثل آهنگ اگه میخوای مرا بخونه مقبول خوندی. بله اینه تو مثلا کوشش میکنم که کم بخونم، درست ما کوشش خدا میکنم اما دیگه کم نخون تو دیگه دم کم کم عادت کردی دیگه کم بیادم بال من. اما یک تکرار که برای ما یک زمزمه که امیالی؟ آه خیلی پسند بر من تنها بیننده یعزی پیشنی شما یک پرده میگیرم. کم بیادم بال من، نه یادری خانه ما، میبین از پنجره دختر همسای ما، اگر میخواهی مرا بخواست. انشالله انشالله کتی دول دنبک معنی فهم بسیار دیر شده که آهنگ ما نخواهد بسیار مقبول قربون شما بسیار زیاد دوست دارم. ما تنانه که همه تیم افغان تایم دوست داره و قارجان وعده کرده که آهنگای بسیار مقبول برای تیار میکنه انشالله دوست عزیز. یک گپ دیگه هم درباره نوریا برتان میگم. امی نوریا را که میبینین امی کردستی خود خداوند بزرگ است، کم تو که اما تو تولد شده، اما تو که نیچرال کلان شده، امی همه ایت چیزش ما که میبینم ایت تو تغییرات در نوریا نمیبینم. در خودتان باید آدم های شیار سین بفامین که ما چی میگم. این امی خوب است که از زیبایی های خود استفاده میکنه و من دوستا زیاد دیگان دفعه یعنی پرسان میکنن که بینید عملیات کردی، اکثرا سوال ما درباره بینیم میباشه باید باید خیلی تو مکسه اول تا باش من بیارم من ها دیدیم بیننده یدید. گفتم نه به دلیل که یعنی ما افغانا یک عادت داریم که وقتی سر یک چیز پول میتیم مطمئن مسازم یک آدم کار خدا درست کنه، یعنی پیش دکترم اگر وقتی بینی خدا عملیات کنیم میگم که اگر او کم کت کت بگم که نه تو درست کارت انجام ندادی باید دیگم دکترم قارش میاد بی خوریش هم میکنی چیزی پروبلمش دیگم. ایچه به تو شرفت مندانه یعنی بینیت عملیات نکدی؟ نه نه جانم. خب یعنی چه قمی بود که عملیات هم میکنم سر دیگم حال نورای بی بینی ده چی میکدی؟ شکر است یعنی خداوند، یعنی هیچ کس تکمیل نیست مگر سخت خداوند است دیگه. چیزی که والا چیزی که هست از دیگه اینم چیزی که اینم چیزی که دکوس است دا دیگه دکوس است. بیننده عزیز دختر مقبول است، اگر میخوایی نوریا را به خواستگاری بیا. خب نوریا جان گل آزارت دادیم، شوخی کردیم، از زندگیت با خبر شدیم. دوست عزیز فامیل نوریا جان چند سال قبل ازدواج کرده بود، ازدواجش ناموفق بود، نظر به مشکلاتی که با یعنی از شوهر خود راضی است، شوهر خود میگه که سرش نمیشرمه، نامش میگیره، یاد میکنه. اگر کدام وقت بر تو یک برنامه شو بگه که خدا نکنه اینمی زهر از زهر بخور نامش میخوری یا نام شوهرت میگیری تو چی میگیری؟ قدرم خدا نخواسته و قدرم کدام چیز نیست.
نه با زنبور میخوری یا نام شورت میگیری؟ نه میگیرم نامشانه دیگه او قدر کدام خدا نخسته کدام چیز بس نه مقصد, مقصد اونه نمیخوره چیز رو نام شورت خدا میگیره. نه متاسفانه در کلچر ما آمد یک چیز شده که وقتی که آدم طلاق میکنه چیزی بسیار فامیلا بیخط و با دشمنی و با یک چیز دیگه میشه. مگر به نظر ما گفتم قبلا هم با تو درباره یکی از گفتم تمام اعضای فامیل رو ما میالم براتون احترام دارم با تماس نیستیم و البته نمیخوایم که بعضی کسا بگن که مثلا اون نوره های حالا پشیمان است چطور نی پشیمان نیستم بسیار زیاد خوش هستم از زندگی خودم میاله. مگر اونا همیشه یک چیزی بوده که همیشه احترام و ما کوشش میکنم که اطفالم هم در آینده مثلا وقتی همیش احترام به همیشون داشته باشه به عنوان یک پدر و به عنوان خانواده پدرش. و اگر یکی از اعضای فامیلشون مثلا اگر اوت یک مداخله کردن یک چیزی هیچ وقت هیچ اعضای فامیل به دل یا کدام نیت بد مداخله نمیکنن. به نظر من در زندگی اونا از نظر اونا فکر میکنن که شاید اونا بهتر بسازه ای که نتیجه چی میشه و خوب میشه یا بد میشه او دیگه گپ تقدیر و نصیب هم هست آدم یک طرف هم علامت میکنه دیگه طرف دیگه نی تو کدام. خب دوست عزیز ای هم بود برنامه ما با هنرمندی که همیتان در تلاش بودین که نوریا در کجا زندگی میکنه. نوریا در شهر زیبای تورنتو با 4 فرزند عزیز خود زندگی میکنه، خودش هم مصروف کاربار روزگاری خود است و تلاش برای هنر موسیقی خودم داره و بر تربیه سالم اولاد خودم یک مادر بسیار مهربان است. دوست عزیز باید بگیم که قالین فروشی هرات در قلب اسکاربرو قالین های بسیار تازه و نو و مقبول آورده، میوجات بسیار خوب آورده. اگر قالین های خانه تان کمی داغ و لکه داره با هرات کارپت در تماس شوین، قالین های تان شستشو میکنه و برین یک الوای سوانه که بسیار مزه‌دار آورده. اگر علاقه دارین برین بگیرین و با چای دشلمه کنین خوب شد. برنامه ما آرام آرام به پایان میرسه. دوسته عزیز نوریا عزیز اگر کدام پیامی در اخیر داری از برنامه امیدوارستم که خوش و راضی بوده باشی. اگر کدام کمی کاسی بوده عزیز دل ساری زنده باشین نبیلی عزیز. امیدوارستم که دوستای عزیزم که منقدر که واقعا من لذت بردم از برنامه شما هم لذت برده باشین و تشکری خاص از شما و از تیم پرکارتان که مرا دعوت کردین در برنامه. دیگه ما همیشه پیام و پیام ما همیشه دعای است که برای افغانستان عزیز امیدوارستم که بخیر یک روز سر تا سر افغانستان عزیز هم قسم آرام باشه که همیش بتانیم که در افغانستان عزیز برنامه های انشالله بخیر و بخوبی. با می امیدواری یکی از بیننده آخری سوال کردن که آیا کدام شب در افغان تایم لایف میخوانی؟ والا چرا نی؟ انشالله امی برنامه را برتان مهیا میکنیم. بیننده عزیز برنامه تاکشو آماده نشر است. همیتانه تا دیدار آینده و هفته آینده که باز هم مهمان عزیز داریم به حلای یک تا می سپارم. شاد و موفق و خرم با نوریای عزیز باشیم. خوش. خدا نگهدار.